برنامه یاد خدا. سلام عزیزان، بعد از چشتون بخیر. امیدوار هستم جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی. نیم ساعت ما رو همراهی کنید و تنها نگذارید. شما عزیزان میتونین جهت حمایت از برنامه رسم زندگی صفحه رسمی رسم زندگی را لایک بکنید، کامنت بگذارید و همچنان میخواین نظریاتتون را همراه ما شریک بسازین. راه های ارتباطی برنامه در اختیارتون است. 488 کلید 47 را فشار بدین. ما منتظر نظریات تک تک شما عزیزان هستیم و شما خوبان میتونین نظر به موضوع برنامه و شماره تماس 02220293 تماس بگیرین. بازم موضوع خیلی مهم و دلچسب را انتخاب کردیم. قرار از بحث داشته باشیم باورهای غلط و خرافات نسبت به مریضان که میرگی دارند. بعضی از عزیزان هستند دچار این مشکل هستند زمانی که میرگی میگیرشان، یا بعضی از افراد میگن که یا بوته در دهنشان بانن تا خلاصه خوب شود، یا بعضی از حرفای دیگر نادرست را میزنند. بعضی از هموطنان من خیلی رنج میبرن از این مرض. چی خوب است که این بحث را با جناب دکتر صاحب سید کمال جلال که اینا متخصص امراض روان و اعصاب هستند بحث داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدید. ممنون. سلام برای شما دوستایی که میبینن هم صحتمند و سرحال باشن، عباداتشان به درگاه خداوند متعال قبول منظور، هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی داشته باشند. تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. چی خوب است در نخست بگوین که مرض میرگی چیست؟ یک مرض مغزی است. به خاطر از اینکه کمک آگاهی برای دوستا داشته باشم نسبت به میرگی، ببینیم مغز به عنوان فرمانده تماما عملکردهای بدن را کنترل میکنه، تمام عملکردها را. بله. تماما اطلاعات از بدن میگیره، از اطراف، از دست، از پا، از نهایات میاره رو تفسیر میکنه. اینمی پروسه رو یک سلسله مکانیزما صورت میگیره. اون مکانیزمای برقی مغز هم بوده میتونه، مکانیزمای کیمیایی و تعاملات کیمیایی مغز هم بوده میتونه. یعنی حجرات مغزی که با دیگر از طریق ارتباطات برقی با هم ارتباط برقرار میکنن، و یا هم از طریق آخذه ها، و یا هم از طریق وسط های مغزی با نام آخذه ها یاد میشه ارتباط برقرار میکنه، و مغز به وظیفه حافظه یک قسمت مغز است، درک قسمت دیگه وظیفه مغز است، کنترل از حرکات، درک کلش جنبای مغزی است. به خاطر از این هر اجره عصبی، هر نیورون در هر یک ثانیه بیشتر از 80 بار چارجای برقی را صادر میکنه، و این چارجا اونمو چارجا است که یک اجره به اجره دیگه ارتباط برقرار میکنه توسط از چارجای برقی، و پیام ها را یکی به حجره دیگه ارسال میکنن، از حجره دیگه دوباره دریافت میکنن. زمانی که ما سر تشنج صحبت میکنیم، زمانی که شاید دوستایی ده باشن که کسی دفتن شوروخ دست میته، به زمین میفته، سقوط میکنه، یک شخی در تمام بدنش حکم فرما میشه که دلالت به حمله تشنجی میکنه، که مجموعه چند حمله را ما میرگی بالاخره تشخیص میگذاریم. این زمانی است که هنمی حجرات که بیشتر از 80 بار در فی ثانیه چارجای برقی را صادر کردن، حالا تقریبا بیشتر از 500 بار، یعنی یک طوفان برقی در مغز ایجاد میشه. به این معنا که به شکل معقد، به شکل گذرا، حجرات مغز بیش از حد الکترون ها را تخلیه میکنه. این که کدام قسمت مغز اینمی اتفاق صورت میگره، آیا در کل مغز و یا هم در یک لوب مغز اتفاق صورت میگره، کلینیک و اعراض علائمش متفاوت است. بنمو خاطر ما میگیم که میرگی یا اپیلپسی یا سره مرضی است که شخص اگر بیشتر از یک دو تشنج داشته باشه، بالاخره ما تشخیص میگذاریم که شخص مبتلا به میرگی است. 1% نفوس جامعه به شکل اون مبتلا به میرگی تشخیص میشن. خب شاید 10% نفوس جامعه در طی زندگی خود حملات تشنجی را تجربه کنند، که حملات تشنجی میتونه که علت و عوامل متفاوت باشه. بله استاد، از تعریفی که کردین مدانستیم که میرگی چیست و چگونه به وجود میایم. خب دکتر صاحب، در کل بگوین که میرگی چند نبه هست، انواع و اقسام داره میرگی یا خیر؟ چرا نه، به شکل عموم ایره ما به دو کاتگوری تقسیم میکنیم. یک تشنجات بزرگ یا جنرال سیجر، دو تشنجات موضعی یا فوکال. تشنجات موضعیش هم از خود انواع و اقسام متفاوت داره، و تشنجات موضعیش هم از خود انواع و اقسام متفاوت داره. مردم عام معمولا امو تشنج بزرگ یا گرند مالا که معمولا به شکل حملات تونیک و کلونیک، متاسفانه بعض اصطلاحات را که من نام میگرم معادل دری یا پشتوش نداریم، به او خاطر از هموطنان خود که برنامه را میبینن معذرت میخوایم، دفعتاً مریض شوروخ دست میده، به زمین سقوط میکنه، یک شخی در سراسر بدنش حکم فرما میشه، میتونه که برای چند ثانیه، نهایتش 30 ثانیه، 35 ثانیه مرحله شروع شد، و مرحله دیگهش برعکس از این مرحله است. این نوع مرگی را اکثرت مردم میشناسه.
نوع دیگه که به نام تشنج کوچک یاد میشه که معمولاً کودکایی که الا 8 سال هستن یا کمتر از 8 سال هستن شاید هم در یک روز بیشتر از صدها نوع تشنج تجربه کنن، چون تشنجات بسیار سریع است، یعنی مدت زمان تشنج بین 5 تا 10 ثانیه است. حتی اگر کودک در جریان بایسیکل رانی هم باشه، با وجودی که شعور خود از داده مگر سقوط نمیکنه، این کودک ها شاید هم برای 5 تا 10 ثانیه مثل که آدم در نقطه متوجه میشه و یا هم مثل که آدم برای چند ثانیه دوامدار پلک میزنه، این وصفه حملات داره. مشکلی که حملات داره سر عمل کرده تحصیلی کودک بسیار تاثیر رسومه داشته باشه. شاید هم که کودکی که یک سطر بسیار خوب نشته کرده یک سفره، مگر در جریان یک سفر یک یا دو سطر از پیشان مانده، شاید هم زمانی بوده باشه که حمله تشنجی آمده باشه. بله بسیار خوب دکتر صاحب، پس چی خوب است بگوین کدامش نسبت به دیگر خود خطرناک است و باعث مرگ یک فرد میشه؟ اگر ما شدت میرگی را ارزیابی کنیم به شکل عموم میگیم که اگر یک شخص در یک سال، یعنی در یک هفته یک تشنج داشته باشه، ببینید در یک سال تقریبا 52 حمله شده. این از لحاظ شدت انظار خوبی نداره و این را ما بد تعریف میکنیم، خوب تعریف نمیکنیم. تشنجات که به شکل گرند مال یا تشنجات بزرگ معمولا چون ناگهانی است در هر جای اتفاق میفته، وقت وعده نداره، شاید هم سبب شود که از سبب تشنج شخص تصادف کنه، در جریان رانندگی است حمله تشنجی میشه، تصادف موتر صورت بگیره، بایسیکل رانی حاصل القیاس یک جایی است که بسیار وقت اتفاق افتیده که خصوصا خانمایی که مبتلا به میرگی بودن در جریان در آشپزخانه مصروف پختن دیگ بودن یا حتی ما مریضی داشتیم که معمولا در تندور نان پخته میکرد، در جریان پختن نان حمله تشنجی آمده که در تندور افتاده قسمت بدنش سوخته. یعنی اگر حملات تشنجی همون تشنجات نو بزرگش یا گرنگ مال اگر بیشتر از یک هفته بیشتر از یک حمله باشه، شاید در یک سال بیشتر از 52 حمله داشته باشه، این نوع حملات جدی است، با جدی تعقیب شوه که میتونه سبب برلاوی که صدمات جسمی بسیار زیادی را بر ما وارد میکنه، حتی سبب مرگ هم خدای نخواسته میتونه شوه. بله بیننده های عزیز، اگر شما کلم پرسش داریم میتونید به شماره تماس 0220-2093 تماس بگیرید، پرسش هایتون را مطرح کنید، جناب دکتر صاحب هم حتما به سوالات شما پاسخ ارائه خواهند کرد. خب دکتر صاحب، قسمی در ابتدا هم یادآوری کردم، زمانی که بعضی از افراد دچار این مریضی میشن یا حمله میرگی بالایشون میآیند میگن که بوتر در دهن زمان اینا زودتر خوب میشه، این چقدر باید عقیده داشت، چقدر درست است، چقدر نادرست است؟ ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرن دیجیتال زندگی میکنیم، باید ما واقعیت ها را درک کنیم، واقعیت ها را بشناسیم. متاسفانه این هم یکی از راه و رفتارهای خرافاتی است. این راه و رفتارها و روش های خرافاتی امروز دیروز نیست نسبت به مریضای میرگی، متاسفانه از سالهای سال، از قرن هاست که ادامه داره. تقریبا 2000 سال قبل از امروز فکر میکردن که کسایی که مبتلا به میرگی هستن یا این مرض دارن یا کسایی هستن که نفرین شدن، یعنی یا کسایی هستن که باید از اجتماع دور باشن، از جامعه باید تجرید باشن، فکر میکردن که نفوس هروای خبیثه صاحب از این حالت شده، یا فکر میکردن که به قسمت بدن خون لخته میشه بالاخره حملات میایه. این نظرات خرافاتی را بالاخره 2450 سال قبل از امروز دانشمند آن وقت به نام بقراط، به نام بقراط اکثر کسا شناسن، رفت خلاف از این بسیار کتاب نوشت. خب متاسفانه تا 100 سال قبل هم نظرات خرافاتی وجود داشت، در جامعه ما شما امروز هم داره. از جمله که شما چیزی که شما اشاره کرده گرفتن بود در جریان تشنج روش خوبی نیست، لطفا شخصی که تشنج داره، شخصی که مسروس به زمین افتیده شعور خود دست داده، گوش کنه، کوره کمک کنه، به جای از اینکه توهینش کنه، تحقیرش کنه یا بوته در دهنش بانه. این روش های درست نیست، روش های منطقی نیست، روش های علمی نیست، بالاخره روش انسانی هم نیست. پس استاد، زمانی که فرد در حالت تشنج قرار گرفت چی باید کرد؟ چی کمک میتونیم بکنیم به من افراد؟ چیزی که بسیار مهم است، اولا ما یک مثال شمیرم، دوستای کالا برنامه را میبینن، ببینه یکی اعضای فامیلتان است دفعتا استفراغات برش پیدا میشه، چی کمک میکنه کتش؟ در مرحله اول کوشش میکنه که آرامش خود حفظ کنه، در مرحله دوم میپذیره که دلبدی یک مشکل طبیعی است،
درست؟ و کوشش میکنه که با نزدیکترین مرکز یا با نزدیکترین دکتر در تماس شویم، بجای از اینکه خرافاتی فکر کنه، بجای از اینکه غیر منطقی فکر کنه. راجع به مریضای مرگی هم چند چیزی هست. این یک مرض مغزی است. درست؟ حملات از این ناگهانی است. وقت و وعده و موقع مشخص نداره. زمانی که مریض حمله تشنجی را تجربه میکنه، با زمین سقوط میکنه، شعور خود از دست میده، شخی سرتاسر در بدنش حکم فرماست. شما در مرحله اول باید اما آرامش خود حفظ کنه، فرار نکنی از مریض. کیره جن گرفته، این نفرین شده است، باید ما زی فرار کنیم. نه، ایره جن نگرفته، این نفرین شده هم نیست، این یک مرض مغزی است. مکانیزم شما پیشتر تشریح کردم. کوشش کنه که آرامش خود حفظ کنه بعدش. بله، خب دکتر صاحب اگر موافق باشین ادامه صحبت ها رو بعد از یک من برنامه خیلی کوتاه می‌کنیم. خب عزیزان حالا وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم، با شما خوبان هستیم، ادامه برنامه رسم زندگی است. شما عزیزان اگر کدوم مشکل دارین یا پرسش دارین میتونین به شماره تماس 02220293 تماس بگیرین. ما منتظر تماس‌های تک تک شما عزیزان هستیم. خب دکتر صاحب بریم به طرف ادامه صحبت‌هایتون. زمانی که شخص تشنج داره با چی کمک‌های اولیه را در لحظه هم روشن کنه، در مرحله اول کوشش کنه که مریض را وضعیت بده، یعنی بعد از اینکه آرامش خود حفظ میکنه مریض را به یک پولی وضعیت بده، این کمک میکنه که طرق تنفسی مریض باز باشه و افرازاتی که در دهن مریض یا لوها به دهنه که در دهن مریض جمع شده سبب مزدود شدن طرق تنفسیش نشه. در مرحله دوم چیز اشیا میز و چوکی که اگر کنار مریض است و سبب میشه که مریض صدمه ببینه، او را از مریض باید دور بسازیم و هیچ وقت کوشش نکنیم که در جریان تشنج، چون یک شخی سرتاسر حکم فرماست، ما دست پای مریض محکم بگیریم یا کوشش کنیم که چیزی را بر دهنش بگذاریم. اصلا این کار نکنه، چرا سبب میشه که هم شما صدمه ببینه هم خود مریض صدمه ببینه. صرف مواظب باشه که مون 90 ثانیه یا 1.5 دقیقه یا نهایتش 2 دقیقه وقت وعده خود طبق معمول سپری کنه. بعض اگر لباس مریض بسیار قید می باشه، خصوصا کوشش کنه که تکمه خانش باز کنه، یه هم کمک کننده است. اگر جریان تشنج یعنی مریض بیوشش بیشتر از 5 دقیقه دوام کرد و یا به این معنا که یک حمله تشنجی خلاص نشد، حمله دوم تشنجی آمد و این پای در پای ادامه داشت، یک واقع عاجل عصبی است که ما به نام تشنجات پایدار یاد میکنیم و 20% موارد زندگی را تهدید میکنه. یعنی وفیات از این حالت 20% از تشنجات پایدار، تشنجات پای در پای. کوشش کنه که در یک موقع باید به نزدیکترین مرکز صحی مریض انتقال بده که اقدامات عاجل صورت بگیره و حملات کنترل شود تا اینکه زندگی مریض مورد تهدید قرار نگیره. بله، همین کمک های فردی است که ما میتونیم به افراد که در حالت تشنج قرار گرفتن کمک هایی داشته باشیم، کمکشان بکنیم و هنگونه میتونیم که فرد را از زمان حالت نجات بدیم. بعضی از افراد قسمی در ابتدای صحبت های ما یادآوری کردم روش های نادرست به کار میبرن که هم بر خود فرد که مریض است ضرر میرسانه هم بر خودشان. خب دکتر صاحب، آیا مرض میرگی یا بیماری میرگی توسط زهر مار و زهر گژدم قابل تداوی است؟ دفعه اول است که نمیشنم. متاسفانه نه، تداوی خاص خود داره، پروتکل های تداوی خاص خود داره. به شکل عموم تداوی دوایی شامل است، تداوی های محافظه کارانه شامل است، حتی تداوی های جرایی، عملیات جرایی هم. مهم است که دلیل تشنج چی است. شاید بعض وقت دلیل، من گفتم که 10% مردم تشنج تجربه میکنن، بالاخره 1% مردم مبتلا به میرگی میشن. تشنج و میرگی با هم یا سرا یا اپیلپسی با هم متفاوت است. شاید هم سویه گلوکوز خون دفعتم سقوط میکنه، حمله تشنجی رو ما تجربه میکنیم. سویه کلسیم خون پایین میشه، ما حمله تشنجی رو تجربه میکنیم. این حالا دلش چی است؟ مهمی است که ما علت بشناسیم، علت برطرف کنیم. بعض وقت نیاز به موارد دیگه هم میشه که ما شاید هم نیاز شده که با اجرا نمودن پروسیجرهای جرایی حد ما عملات میرگی یا عملات تشنجی را به حد اقلش برسانیم. بله، امروز میرگی یا بیماری میرگی چی علائم و چی نشانه هایی داره؟ زمانی که اگر ما اون نشانه ها را ببینیم بدانیم که فرد دچار مرض میرگی شده. ببین، نظر به اینکه کدام قسمت مغز موقوف است. تشنجات کوچک شما قبلا اشاره کردم، تشنجات بزرگ شما اشاره کردم، باز هم تکرار میکنم که حملات ناگهانی است. مریض دفعتاً شعور خود دست میده، به زمین سقوط میکنه. این نوع عام و معمولش است، یا نوع گرند مال یا نوع بزرگش یا تشنجات جنرالایست یا عمومی.
اکثر مردم صرف اینمی تشنجا میشناسن. خوی تشنجا انواع اقسام متفاوت دیگه هم دارن. زمانی که شخص به زمین سقوط میکنه، یک شخی در سراسر بدنش حکم فرما میشه، شاید هم شخی عضلات صورت سبب شوه که مریض زبان خود بجوه، زبانش جرحدار شوه، زخمی شوه یا خون شوه. این مرحله میتونه که الی 30 ثانیه یا 45 ثانیه دوام کنه. بعد از این مرحله، مرحله دومش است که برعکس شخی یک شلی یا انبساط در تمام سراسر بدن حکم فرما میشه و این حالت هم میتونه که تقریبا 40 ثانیه 45 ثانیه دوام کنه. نوع دیگه که به نام تشنجات پایدار است یا استاتوس است که یک واقع عاجل است. اگر تشنجات تونیک کلونیک یا امیش شخی و بیشتر از 5 دقیقه یا الی نیم ساعت دوام کرد، یک واقع عاجل است. کوشش کنند که مریض بر شفاخانه برسانند، چون 20% از این واقعات از این مریضا متاسفانه زندگی خود از دست میدن، یعنی مرگ در سراغشان نشسته. تشنجات پتیت مال است، تشنجات ساده یا فوکال است که قبل از این تشنج به شاید هم که مریض علائم هشدار دهنده را تجربه کنه، فکر کنه که یک ناراحتی در قسمت ناحیه شرل صوفیه یا ایپی گاستریک تجربه میکنه و یا هم مریض احساس یک بوی سوختگی را داشته باشه و یا هم احساس بوی خون داشته باشه. بعد از او تشنج میه که تشنجات هم میتونه که چند دقیقه دوام کنه. در مجموع نظر به اینکه کدام قسمت مغز اونمو چارجای برقی در کدام قسمت مغز بیش از حد تخلیه میشه، شاید هم قسمت کورتکس حرکی مغز اگر معوف شوه برای چند یک دقیقه یک دو دقیقه صرف یک حرکت پریشی را در یک دست خود، در یک عضله خود مریض تجربه کنه. انواع و اقسام متفاوت از این اعراض و علائم میرگی پیش اشخاص نظر به اینکه کدام قسمت مغز معوف شده متفاوت میباشه. بله جناب دکتر صاحب، قسم شما نکات خوب را یادآوری کردیم. امیدیم که کسانی که در همین مرض قرار دارن، در همین بیماری خیلی کشنده قرار دارن، پاسخ واسه همین نکاتی که دکتر صاحب اشاره داشتن در ذهن‌های من حک بکنیم و همیشه به یادمون باشد. خب دکتر صاحب، ما در شرایط زندگی میکنیم که با هر نوع فرد، با هر نوع افراد و اشخاص روبرو میشیم، صحبت های می داشته باشیم. حالا اگر فرد دچار این مریضی شده باشد، چگونه وظایف ماست که ما با این افراد صحبت هایی داشته باشیم، یعنی چگونه رفتار باید کرد؟ چند چیزی که متاسفانه در جامعه ما شما و حکم فرماست با سبب میشه که مریضا دیگه هم برن به طرف انزوا اجتماعی. او توهین و تحقیر از این مریض هست، او متاسفانه تعریف های نادرست نسبت به از این مریض هست که یاره من حیث مریض کسی نمیپذیره، من حیث مریض یاره کسی نمیشناسه و بالاخره اونمو نظرات خرافاتی که در جامعه حاکم است در قبال از یام متاسفانه تعریف های خرافاتی میداشته باشن. هیچ وقت میرگی مانع پیشرفت تحصیلی نمیشه. هیچ وقت کسی که مبتلا به میرگی است، یعنی بالاتر از 90% از مردم میتونن که ازدواج کنن، میتونن که خانواده تشکیل بدن، میتونن که شغل داشته باشن، میتونن که زنده تحصیلی خود پیش ببرن. ما چندین مثالش دارم، چندین مریض خودش دارم که متاسفانه یا پدر مادر سبب شده مانع دختر خود یا پسر خود شده که به مکتب بره. چرا در مسیر را ما گفتیم که حملات ناگهانی است، یا در مسیر را یا در مکتب یا در صنف معمولا حمله آمده، بعد از اینکه حمله آمده دیگه از مانع رفتن مکتبشان شدین. حتی ما مریضایی را دارم که خود اداره مکتب، اینو بسیار واضح میگم، خود اداره مکتب والدین خواسته که طفلتان مریض است یا حمله میرگی سرش آمده دیگه ایر مکتب نبانه. ببینه این درست نیست. در دنیا کسای هستن که برنده جایزه نوبل شدن، صحیح؟ مگر مبتلا به میرگی بودن. در دنیا کسای هستن که ستاره کشور خود بودن، به سطح جهان افتخارات به کشور خود کمایی کردن، مگر مبتلا به میرگی بودن. یعنی هیچ وقت این مانع پیشرفت زندگی اقتصادی از یا مانع پیشرفت زندگی سیاسی از یا مانع پیشرفت خانم هیلاری کلینتون، موضوع سیاست علیت کردم، مبتلا به میرگی هم است و وزیر خارجه هم بوده، کاندید ریاست جمهوری هم بوده، مگر با این مرض مبارزه هم کرده. متاسفانه برداشت خرافاتی، نظرات خرافاتی، بر علاوه که کمک نمیکنه که ما به موقع مریض درمان کنیم، صدمات جسمی، صدمات روحی و صدمات روانی هم متاسفانه برای مریض وارد میکنه. دکتر صاحب، بیماری میرگی های ارثی هم بوده میتونه؟ 90% نه. بسیار ساده برتان بگم نه. اگر مادر و پدر مبتلا به میرگی باشن،
90% شانسش هست یا بالاتر از 90% شانسش هست که کودک های زیاد صحتمند به دنیا بیاین. درست؟ صرف یک نوش که به نام نو مایوکلونیک است یا تشنجات پریشی احتمالاً که وراثت نقش خواهد داشته باشه، در بقیه انواع مرگی اصلاً وراثت نقش خواهد نداره. پدر مادر اصلاً مبتلا به مرگی نیست مگر تفلکشن مبتلا به مرگی شده. بعض وقت ضربات جریان ولادت به مغز وارد میشه، بعض وقت کودک که یک ساله دو ساله است به مغزش ضربه که وارد میشه میتونه که به مرگی مبتلا شوه. کودکایی که یا نوجوانایی که نو بایسیکل رانی را یاد گرفتن و یا هم موتورسیکل رانی را یاد گرفتن، زمانی که به زمین میافتند در جریان بایسیکل رانی و موتورسیکل رانی چون شرایط محافظتی را اصلا کسی مراعات نمیکنه، زمانی که مغزشان صدمه میبینه مبتلا به مرگی میشن. یعنی ضربه مغز هیچ جنبه ژنتیک نداره، جنبه ارثی نداره. یه قسم برتان بگیم که 90% والدینی که مشکل مرگی دارن احتمالاً که کودکایشان صحتمند باشن. بله، ما هم از بیننده های عزیز بخصوص با از فامیل های محترم که همین لحظه بیننده برنامه رسم زندگی هستن خواهش میکنم که همیشه همکار و همگام باشن با فرزندانشان که در چنین خطر خطرناک قرار دارن. پس همیشه حمایت داشته باشیم از فرزندانمون، از کودکانمون، چون اگر حمایت ما نباشه بدون شک ما نمیتونیم کار بکنیم. خب دکتر صاحب، داشتن اعتماد به نفس یا افزایش اعتماد به نفس و جای آرامش، زمانی که ما آرامش را احساس بکنیم، هیچ قدر میتونه جلوگیری بکند از مرض مرگی؟ ببینید، جلوگیری خو نخواد بکنه، خو سبب شوه که اما ریسک تشنج کمتر بسازه. به این معنا که معمولا بیخوابی، کسایی که نور درخشان و بالاخره استرس میتونه که حملات تشنجی را تجدید کنه، زیادتر بسازه. یعنی یک فاکتور خطرساز، جز فاکتورهای خطرسازش بوده میتونه، مگر عامل سببی نه. که عامل سببی طبیعتاً کسایی که مبتلا به مرگی یا بالاخره تشخیص مرگی را میگیرن یا افسرده هم هستن یا استراب هم دارن، از اجتماع انزوای اجتماعی هم دارن، شاید هم روابط اجتماعیشان محدود شده باشه، اصلاً علاقمند نباشن که به یک محفل عروسی برن، اصلا علاقمند نباشن که در جمع از دوستای خود بشن با هم گپ بزنن، صحبت کنن. چرا؟ و همش نگران هستن که اگر حمله تشنجی بیاید، و طبیعتاً حمله تشنجی یک تصویر نادرست در ذهن هر کسی ایجاد کرده. به جای اینکه ما کسی که فرد مسروس یا تشنج داره، به جای اینکه با او ما حس همدلی داشته باشیم، او را درک کنیم، بالاخره او را حمایت مثبت کنیم، متاسفانه توهین و تحقیر میکنیمش. این توهین و تحقیر هم میتونه که مشکلات استراب و افسردگی را و بالاخره انزوا اجتماعی را پیش مریضایی که مبتلا به مرگی هستند دیگه هم زیادتر بسازه. بله، دقیقاً. زمانی که بعضی از افراد در این مرض قرار دارن، ما باید نباید توهین و تحقیر بکنیم، چون این افراد که تو در این بیماری قرار داری، تو میموری خلاصه گپ. پس همیشه حمایت داشته باشیم، حمایتشون بکنیم، دلداری به تیمشان، با مشکلاتشون دست و پنجه نرم کنیم، با مشکلاتشون راه حل پیدا بکنیم. پس چه خوب است که عزیزان همیشه در این فکر باشین ما میتوانیم کار را انجام بدیم، نه تنها موانعی را قرار بتیم سر رایشان که شما نمیتونین، شما مریض هستین، خلاصه باشین در خانه. خب دکتر صاحب، اگر کدام پیام دارین بفرمایید. خب با خیالم که دقایق آخر برنامه است، ببینید این قابل حل است، قابل تداوی است. اگر بر موقع تشخیص شود، تداوی شروع شود، مدت زمان تداوی بین 3 الی 5 سال است و کوشش کنن که زمانی که دکتر صاحب دوباره برای مریض شروع میکنه، بهبودی دفعتن نمیحسوب دیگه. و متاسفانه یکی از دلایل شکست تداوی که سالهای سال، بیشتر از ده ها سال است که مریضان مبتلا به مرگی هستن یا احمالاتشان کنترل نمیشه، او اینمی است که زود دوا را قطع میکنن، زود دکتر را تبدیل میکنن. مرگی بسیار به سادگی قابل تشخیص است، تداویش یک ذره وقتگیر است، زمانگیر است، نسبتا مغلق پیچیده است. کوشش کنه که مون دکتر صاحب که دوا را شروع کرده حداقل 2-3 سال زیر نظر زود باشه، احمالات قابل کنترل هست، یعنی 90% تداوی میشه. تشکر، سلامت باشین، سپاسگزار از این که در برنامه تشریف آوردین. تشکر. خب عزیزان، وقت برنامه هم به اتمام رسید و نوبت رسیم از حضور گرمش محض مرخص شویم. تا برنامه بعد و رسم زندگی دیگر، همه شما رو بلای یک تو به هم تو امانت میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.